مطمئنم که وقتی نگاه میکنیم به قارهای زندگیمون، به مشکلاتی که اون توه و اون سنگ بزرگی که اون جلو افتاده و تکون نمیخوره، مطمئنم که خداوند در زمان خودش، زمانی که ما داریم راه رو ادامه میدیم، هرچند اشتیاقی نیست، هرچند امیدی نیست، هرچند راه حلی وجود نداره، خداوند اون سنگ رو قبل از اینکه ما به اونجا برسیم تکان خواهد داد. ایمان دارم خداوند اون سنگ رو تکان خواهد داد. نمیدونیم خدا چه چیزهایی برای ما داره، ولی خدای ما خدای عجایبه، خدای ما خدای نوهاست، خدای ما خدایی است که درهای بسته رو که هیچ کس نمیتونه باز بکنه این خدا باز میکنه، و من به این خدا ایمان دارم. به خدای ایمان دارم که یگانه فرزند خودش رو فرستاد تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد. به خدای ایمان دارم که در ناامیدی های ما فقط اوست که اون سنگ بزرگ رو از جلوی راه و زندگی ما برمی‌داره. ولی این تصمیم من و شماست که بخوایم با این خدا زندگی کنیم یا نه. اون چیزی که این دوتا زن رو تبدیل کرد قدم هایی بود که اونها برداشتن. میخوام این رو بهتون بگم، یه جاهایی میرید وقتی از اینجا بیرون میرید، توی هر شرایطی که هستید یه سری سختی ها هست، یه سری مشکلات هست، یه سری کسا سر راه ما قرار میگیرن که واقعا سخته تصمیم درست رو گرفتن که چیکار بکنیم. هر کاری بکنی یه جوری انگار مشکل در میاد. محبت میکنی مشکل میشه، نمیکنی مشکل میشه. ولی شما محبت بکنید و مثل اون دوتا زن توقع برگشت نداشته باشید. شما این راه رو برید و بدونید که خداوند همونطور که اون دوتا رو سورپرایز کرد، من و شما رو هم سورپرایز میکنه. شما این راه رو برید و بدونید که همونطور که خداوند نقشه هاش عالی بود و عالیه، امروز هم برای من و شما همینطوره. اوست که سنگ های در مقبره ما رو برمیداره، اوست که این سنگ رو تکون میده، اوست که راه رو به ما نشون میده، و اوست که امروز به من و شما میگه هراسان مباشید، هراسان مباشید، چون عیسی مسیح برخواسته. هراسان مباشید، عیسی مسیح قیام کرده. هراسان مباشید، خدای ما زنده است. و به نام عیسی مسیح بر این راه قدم بزنید. برای اون چیزی که خدا برای زندگی شما میخواد جدی باشید. اگر شما جدی باشید، خدا هم جدی خواهد بود. اگر شما در اون لحظاتی که هیچ امیدی در اون نیست، به راهتون با مسیح ادامه بدید، خداوند همونطور اون سنگ مقبره رو از جلوی راه شما برخواهد داشت.